بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالامام علی ابن ابی طالب علیه السلام. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، عرض ادب و احترام داریم. در اولین شب از شبهای مبارکه قدر که برترین شبهاست، در جوار حرم ملکوتی حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس در خدمتتون هستیم با برنامه ولایت رمز آفرینش. در ابتدای برنامه همراه با شما سلام داریم خدمت کارشناس محترم برنامه. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عرض سلام دارم، خصوصا عرض سلام خودم رو خدمت ولی نعمتمون آقا حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عرض تسلیت در این ایام حزن و غم و اندوه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خدمت حضرت دارم. ان شاء الله که در این شب‌های قدر و شب‌های با برکت و فیض پاکیزه و مهم ماه رمضان بتوانیم ان شاء الله از این شب‌ها بهره کافی ببریم. ان شاء الله که خدای عزوجل معرفت ما رو به این ذوات مقدسه هر آن بیشتر بفرماد. ما قدردان نعمت ولایت امیر مؤمنان، آقایی و بزرگواری که این بزرگوارا دارن، انشاءالله قدردانش باشیم. انشاءالله. بینندگان عزیز طبق معمول هر شب سلامی خواهیم داشت خدمت این دو بزرگوار، اما قبلا گفتنی هست خدمتتون که به علت به اصطلاح مصادف بودن با شبهای قدر و وجود مراسم در این مکان مقدس و مطهر، طبیعتاً سرصداهایی هست در این مکان که این سرصداها رو ما انشاءالله به فال نیک میگیریم و انشاءالله عزیزان همراه با ما از همینجا سلامی به خدمت این دو بزرگوار داشته باشم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبيائها المرسلين وعباد الصالحين وجميع المؤمنين، عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء أخو زينب يا قمر بني هاشم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بینندگان عزیز در خدمتون هستیم در ادامه بحث‌های ولایت رمز آفرینش در اولین شب از شب‌های مبارکه قدر. بزرگی میگفت شب قدر یا شب 19م یا شب 21م یا شب 23م. اگر شب 19م باشه که شب ضربت خوردن مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، اگر شب 21م باشه که شب شهادت این بزرگواره، و اگر شب 23م باشه که شب سوم شهادت مولای متقیان هست، یعنی هر جور نگاه بکنیم شب قدر بی ارتباط با امیرالمؤمنین و با ولایت خاصه اون حضرت نیست. در این جلسه انشاءالله در خدمت استاد خواهیم بود در ذکر فضائل و مناقبی از مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. استاد ما در خدمتتون هستیم، اما دوستان بینندگان یک سوالی رو ارسال کردن که اگر صلاح میدونید عرض کنم؟ نه، اگر میخواهید بلافاصله شروع کنید به ذکر فضائل باشه برای بعد، هر طور بفرمایید. بله، حالا اگر مناسبت با بحث ما داشته باشه دنباله بحث. نه، از بحث هایی که شما فرمودید یک نکته ای رو به اصطلاح برداشتن، سوال داشتن در اون زمینه، منتها با امشب نمناسبت نداره. حالا انشاءالله لابلای مطالب انشاءالله در خدمت بعد از میان برم. ابتداعا عرض میکنم این که فرمودید مناسبت این سه شب رو حسب اینجور معنایی که فرمودید با شب قدر، خب این یه جهتیست، لکن حقیقت قدر امیر مؤمنانه که انشاءالله شب 21 ما این ارتباط شب قدر رو با ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه خدمت بینندگان عرض خواهیم کرد و تبیین بر این که اصلا قدر علی است و سوره قدر رو به تمامه میتوان از لابلاش این معنا رو استفاده میشه و مورد انشاءالله تبیین قرار خواهیم داد. نکته ای که امشب ما در صدد توضیح آن و تبیین اون هستیم مباحث فضائل و فضله. بحث فضائل تا گفته میشه فضائل یا فضل، کلمه فضل به معنای برتری است، زیادی است، حسب لغت ترجیح دادن، فزونی، مزیت، یه چنین کلماتی رو در بیان و ترجمه لغوی این فضل یا فضیلت به کار برده شده. اما آیا واقعا این جور برداشت رو اینجا ما نسبت به امیر مؤمنان با توجه به اون مراتب عالیه میتونیم داشته باشیم؟ فضل با کی؟ فضل بر چی؟ اصلا جا داره یا نه؟ این بحث ما در این زمینه است و در آخر قریب شاید 245 واژه از پیغمبر خاتم در طرق شیعه و سنی، یعنی در کتب شیعه و اهل عامه عنوان شده که در اونها این فضل به واژه های افعل و تفضیل و مبالغه مطرح شده. اسخن ناس، اشجع الناس، اول الناس، اول الناس، احکم الناس، اسخن ناس. خب اینا الفاظ رو خاتم انبیا اول الناس، اول المؤمنین، به این عناوین قریب 250 واژه لابلای فرمایشات پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آمده و ما اینا واژه های مهمی است برای ما، یعنی به طور قطع و یقین از زبان خاتم انبیا صادر شده و این واژه ها سنجشش با کیه. بنابراین قبل از ورود ما باید یه مقدمه ای رو طی کنیم تا اولا این معیارها رو پیدا کنیم جایگاهشو، ببینیم این معیارها چه معیاراییه، بعد ببینیم آیا این معیارها مصداق دیگه‌ای هم داره
میتونیم یه مصادیق دیگه ای برای این پیدا کنیم؟ بینندگان عزیز، جهان اسلام واقعا تأمل در این نکات برهانی عقلی که قشنگ هم با اعتقاد به توحید ما باید بسازه و هم با معارف بلند، و این چیزها رو ما داریم، اینا هم در کتب شیعیست هم در کتب عامیست، ما باید اینا رو بفهمیم یا نه؟ اگر کسی اینا رو فهمید، او وقت حقانیت امیر المؤمنین به طور وضوح تو بحث امامت، تو بحث ولایت، تو بحث معارف، تو بحث‌های عالی معرفتی، تو بحث سلطنت، تو بحث حکومت، تو مباحث سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، انسانی، کمالی، در تمام این مراحل براش روشن میشه. یعنی اگر وجدان باشد، انصاف باشه، به حکم عقل روشن، انسان خود به خود حقانیت امیرالمؤمنین براش مثل روز روشن میشه. اما تأمل نیاز داره که انشاءالله ما باید تأمل کنیم در این معیارها، بعد ببینیم این معیارها مصداق دیگه جنب امیرالمؤمنین ندارد. به قول ما طلبه ها میگیم سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی موضوع دیگه نداره، نه تخصیصاً خارج بشه، نه اینکه بگیم خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ینبوع همه فضائل، چشمه همه کمالات، اینو ما بیاییم تخصیص بزنیم از سایرین جدا کنیم، نه اصلا تخصصاً خارجه. تخصصاً خارجه یعنی چی؟ یعنی ندارد دیگه تو عالم امکان نمونه. این خودش نیازه به بررسی است. بنابراین ما برای فهم این فزونی، این برتری، این فضل، این زیادی که اون بزرگوار و ائمه معصومین علیهم السلام دارن، ما باید از خدا شروع کنیم. به خدا میگیم یا افضل الافضلین. یعنی چی؟ تو دعای جوشن کبیر، تو دعاهای دیگه، یا افضل الافضلین یعنی چی؟ خدا افضل از همه افضلینه، اونم به صورت مبالغه؟ مگر صفات پروردگار شدت و ضعف داره؟ او که حادث نیست، مخلوقی که کم و زیاد در راه داره، پروردگار عالمیان این صفت در او راه نداره. اون کمال مطلق، علم مطلق، عرض میکنم قدرت مطلق است. اصلا در اونجا فضل به نحوه مقوله به تشکیک صاحب مراتب کم و زیاد در اونجا راه نداره، اون کمال مطلقه. بنابراین این واژه، پس افضل الافضلین رو اگه خواستیم ما معنا کنیم، مثل الله اکبره که ما معنا میکنیم. الله اکبر یعنی خدا اکبر است، بزرگتر است در مقایسه با عرشش؟ نه، چون هر چه توصیف کنیم مخلوقه. من ان یوسف است. اصلا هرگز حضرت حق جل و علا اکبر از مخلوق نیست، اکبر است از وصف، او برتر است از این که ما بخوایم او رو توصیف اصلا بکنیم. بنابراین در این جهت او رو توصیف به اکبر میکنیم، میگیم الله اکبر، اما تنزیه میکنیم با سبحان الله او رو از هر گونه تشبیه به مخلوق. در این اولم همینه، او کمال مطلقه، او بی نهایت به معنای حقیقی خودشه که نه بی نهایت مقابل نهایت در فضل. خب در این هم او رو از تعطیل خارج میکنیم، از هر گونه تشبیه به مخلوق هم خارج میکنیم. پس پروردگار عالمیان در این جهاد ابدا تشبیه به هیچ مخلوقی نمیشه. اونایی که میگن علی خداست، نه علی رو شناختن نه خدا رو شناختن. این بیان مال اونا،
اما اینجا یک سوالی پیش میاد که در اینجا مثلا انگار یک مقایسه کرده، افضل الفاضلین یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین، یعنی انگار خداوند رو با گروهی مقایسه کرده که اینها سامع هستن. مثل اون مقایسه که این منظور با الله اکبر، بله. الله اکبر فقط مطلقه، اما اینجا مقایسه کردی، این مقایسه در چه بله جهتی؟ این بیان سوال زیبا خیلی به جا. عرض میکنم که مثل این که میگین خدا شیء لا کل اشیا، اینجا مقایسه درش نیست، اما شما بگو خدا جسم لا کل اجسام، مقایسه درش هست. بله. اینجا که درش این شائبه قیاسه، اولا مقایسه سنجشه، اولا ما از حیث اشتراک لفظی و معنی میگیم از حیث معنا خارجه. در مخلوق در روایات ما این چنین آمده در مقام قیاس، فماد علمون لا جهلفی، قدرتون لا عجزفی، خدا علم است، نه علم است که مقابلش جهله که جهل در اونجاست، نه. پس این بیانات رو حسب اون توحید محکم باید اینجوری معنا کنیم، علم است که جهل اصلا اونجا نیست، مثل مخلوق نیست که هر کجا علمش هست مقابلش جهله. باز سوال دوم پیش میاد که در طول این چندین جلسه، حدود 18 جلسه ما خدمتتون بودیم، شما گاهی وقتا اینجور، یعنی به این استدلال کردید که اینجا به صورت تشکیکی گفته شده، فلزا جزو ذات نیست. آیا اونجا نمیشد اینطوری به اصطلاح تعویل کرد؟ بله، اونجا مش کاری نداره. بله، چه هم صفات ذات تشکیک راه نداره، هم صفات ضد راه نداره. بله، اینا همش از هر طریق اینها صفات مخلوق خلاصه غیر ذات باری تعالی است. این قاعده کلیس، خدا مخلوق نیست و در ذات و صفات هیچ سنخیت و شباهت نداره. بینندگان عزیز، اگه ما توحید رو میگیم ابتداعاً، برای اینکه بر ما خورده نگیرید، اگر فضائلی را گفتیم که فرمودن بگید به کنهش هم نمیرسید، تموم شد. و اما سخن در فعل پروردگاره، خب فضل برتری خدا ذلفضل، حسب بیاناتی که در توسلات ما هست، اللهم لا راد لفضلک، سبحان ذلفضل و نعم، خدا تو منزهی، تو صاحب فضلی، خواستی خلق تو بیافرینی، در فعلت تو فضلت به رحمتت فعلت رو آفریدی، پس فعل تو اصل فضله، فعل تو اصل رحمته. خدایا تو برای این که خلق رو بیافرینی به تو نسبت دادیم که تو انک ذو الفضل العظیم، تو دارای فضل عظیمی، نه فضل زیادی نسبت به خلق. اونی که لایق به ساحت توست هیچ، فعلت رو که آفریدی به حقیقت همه رحمات و فیوزات و الطاف و رحماتت رو از این مجرای فعل اولت به همه خلق داری ایصال میکنی. کل یومنم فیشن، هر روزم تو در این آفرینش هستی و داری عنایت میکنی، داری رحمت میکنی، داری لطف میکنی، پس تو رو نسبتت میدیم، اللهم لکل من و الفضل. پس تفضل صفت فعل خداست، و چون اول فعل خدا نور پروردگاره، اول فعل خدا همون حقیقتی است که عنوان می شود، اون حقیقت مثل اعلای پروردگاره، اون مثلیه که لا یوهم و لا یوسف ابدا توصیف نمیشه. با این معنا میخوایم بعدن روایات رو معنا کنیم، توجه بشه بینندگان عزیز، این مسئله اعلایی که ابدا توهم نمی شود در عظمت، این جلال عظمت پروردگاره، این نور تمام پروردگاره، به این جهت این توهم و توصیف بر نمی داره. فذلک المثل الاعلا، این مثل رو خدای عزوجل تو قرآن سوره نور اینجوری بیان میکنه، مثل نوره هی کمشکات،
این زیبایی این ضرب المثل الهی که بیان فرماد این مثل یه چراغیه که در چراغدان پشت این چراغدان شیشه است، از وسط این اون عرض میکنم نفتی که در اون داره، اون روغنی که در او وجود داره و داره اینو درخشش رو چنان میکنه که میخواد کل اینها رو بسوزونه از شدت درخشش، و اینو تعویل میکنیم ما به حسب عرض میکنم آیات روایات فراوان به همون حقیقت اول که اون نور مثل اوله، اون حقیقت روح القدس است. اون حقیقته میگیم این درخشندگیش اونجوریه که این شده مبدع برای تراوش به قلب پیغمبر، جایگاه و ظرفش شده قلب خاتم انبیا. از اینجا داره افاضه میشه به امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت. این لایوهم و لایوسفه. بنابراین اگر گفتیم لایوهم و لایوسفه، بعد فضائل امیرالمؤمنین رو مطرح کردیم که امیرالمؤمنین اول الناس، افضل الناس، اسخر الناس، اشجع الناس، چه در فعل امیرالمؤمنین، چه در اون صفات بلند امیرالمؤمنین، اون جهت حقیقی بلند اصلا قابل توصیف نیست، اصلا قابل توهم نیست، اون در بلندای از مسئله اعلاست. یعنی این فضل قابل فهم هم. لذا فهمودن امر ما صعب مستصعب، حدیث ما، شأن ما به این بیانات که یکی از شؤونتشون اون ولایت کلیه الهیه امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت. این صعبه، نه من تحملشو دارم نه دیگری. که امام معصوم می‌فرماید در روایات متعدد و فراوان که در کتاب بصائر و درجات صفار آمده که اصل کتب و از کتب قدماست و دیگران هم به اسناد مختلف اینو نوشتند و آوردند و تحلیل کردند که فرمودند لا یحتمله ملک، در روایت حتی به این حد رسیده که لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن. احدی، نه ملک مقرب مثل جبرئیل که به جایی رسید گفت دیگه من تحملشو ندارم، لودن اوتان ملتن لحترق تحملشو نداره. پیامبر مرسل مثل انبیاء اولوالعزم هم تحملش رو ندارن. آدم تحملشو نداشت که نشد جز انبیاء اولوالعزم. ولقد عهدنا الی آدم فنسی ولم نجد له عزما، از انبیاء اولوالعزم نشد. اونایی هم که شدن بهشون گفتن انکه لن تستطیع معی الصبر، خضر و موسی نشستن از فضل امیرالمؤمنین براش گفت در تفسیر امام عسکری علیه السلام، تحمل نتونست بکنه از ابتلاء و از بزرگی امیرالمؤمنین، از فضل امیرالمؤمنین براش گفت. مؤمن آزموده شده توان تحمل نداره. پرسیدن ابن رسول الله پا کی تحمل داره؟ بودن نحن و نحتملو. واقعا اگر اون مسئله اعلای الهی را که در دعای رجبیه میفرماید در شؤونات او فبهم ملأت السماء کورزک، خدا گواهه ماها که ضعفای خاک پای غنبر امیرالمؤمنین نمیشیم، غنبر شنید امیرالمؤمنین رفته تو آسمونا یه لحظه ندیدش، وقتی برگشتیش با شمشیر خونی اومده، آقا کجا بودی؟ بمود میون آسمونیا بودم، رفتم فصل خصومت کنم برگشتم. یعنی گاهی بعضی فضائل آدم میشنوه خیال میکنه چیزیه، نه، در برابر اون مسئله اعلای الهی که همه فضل است، همه شأن است، همه کماله، همه سرفکندن، لا یطمع فی ادراکهی طامع، طمع کننده ای طمع نمی کنه بتونه این حرفا رو بشنوه و بیان بکنه.
وقت در مقام فضل در این برتری خدا هم فتح باب کرده تو قرآن، خدا هم این فضل برتری رو برشمرده، انبیا رو بر بعضی های دیگه. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، این که جای تردیدی نیست، نص قرآنه. و قرآن فرمود ان الله اصطفى آدم و آل و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این فضل و برتری از مسلماته، لکن سخن در اینه. خب در میان این انبیا فضل و برتری درجات داره دیگه، برتری داد بعضی ها رو بر بعضی های دیگه. این برتری اولوالعزمشون نسبت به بقیه اینجوری بودن. در میان اولوالعزم خاتم انبیا محور برتری است. از اخذ الله من النبیین میثاقهم و منک. امام صادق سلام الله علیه از این کلمه منک استفاده فرمودن از دقایق قرآنه، که اینه که خدا اول پیغمبر رو در اینجا منک فرمودن، لطافتش در اینه که پیامبر اسبق و سابقینه، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. محور سبقت رو ما دونه دونه معیار باشه، اون معیار کلی، تا در معیارهای پایین تنزل کنیم و تبیین کنیم این برتری چجوریه. معیار کلی اون نور ولایت، پیامبر خاتم، عهد و پیمان اون حقیقت رو اول از خاتم انبیا گرفتن. شد چی؟ از سابقون از سابقون. شد چی؟ شد استکبر تعم کنت من العالین، شد جز به عالین. از اخذ الله من النبیین میثاقهم و منک و من نوح، آدمو نمیاره، و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. چهار تا پیغمبر اولوالعزم رو و خاتم انبیا شد پنج تا. تو این آیه شریفه تصریح میکنه منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، اما جالبش اینه میگه و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. اون عهد و پیمان رو به شدت از اینا گرفت. آیا طوعاً به تمام معنا شما پذیرایید؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا دلیل و گواه با لام بیان و مات نتیجه میشه، تا گواه درستی بر این باشه که اینها بر این معاهده و عهدنامه پایبندند. لذا پیغمبر اینجا به امیر مؤمنان فرمودند علی جان ان الله، یه قاعده کلی داریم بر این اساس وجود نازنین امیر المؤمنین که نفس رسوله به ضرورت مذهب شیعه برتر از همه انبیاست، چون نفس پیغمبره، همه شعونات این پیغمبر رو داره. از خود امیر المؤمنین هم یه عهد و پیمان رو گرفتن، چه اینجا حین ولادت تو خانه کعبه، چه تو بغل پیغمبرش گذاشتن، چه در عوالم سابق، در کل ما خلق، خاتم انبیا، امیر مؤمنان، هر دو حقیقتن از یک جوهر و گوهر نورانی بدع آفرینش برتر از همه انبیان به ضرورت مذهب شیعه. و عامم کثیرن بر این هست که من جمله عامم روایت شنخ کردن، من جمله این فرمایشه پیغمبر به امیر مؤمنان فرمودن علی جان ان الله فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربین، خدا پیامبران مرسل رو بر ملائکه مقرب برتری داد. و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، من خاتم انبیا را برتری داد بر همه انبیا و مرسلین. و الفضل من بعدی لک یا علی وللعمت من بعدک، فضلم بعد برا توه که تو برتر از همه انبیایی،
دلیل و شاهد و گواه بر این که امیر المؤمنین برتر از همه انبیاس بخوام اقامه بکنیم، خودش نیاز به یک بحث مفصله که در کتب شیعه و جای دیگه باید دنبالش بگردیم. نسبت به اون حقیقت اول در لابلای فرمایشات اهل بیت، زیارات، دعاها، روایات، عبارات خیلی عجیب عنوان شده. من جمله این عبارت امام باقر علیه السلام فرمودن خلق نور و کل قدیم قبل الاشیاء، خدای عزوجل اون نور اقدم داره قدیم هم داره، به نسبت به همه خلق خدای عزوجل نور تو رو آفرید و نور تو حجاب شد بین خلق و خدای عزوجل، حد فاصله بین مخلوق و خالق وجود نازنین ذوات مقدسه 14 معصومن که فرمود واحتجبت به نور وجه الله القدیم کامل. این نور کامل تمامی است که خدایی رو، حالا اگر در فرموشات میخوام فضل بگیم دیگه، میخوام از فضائل امیر المؤمنین این معیارا رو بگیم که جایگاه امیر مؤمنان در کجاست، اون وقت بعد بیان بگیم این روایاتی که پایین فرموده اصلا قابل مقایسه است با سایرینی که در زمان پیغمبر بودن و پیغمبر اینا رو بفرماد، ابدا مقایسه و سنجش غلط از زیر این آسمون و در تمام آفرینش. یه فرمایشی پیغمبر فرموده، حدیثش هم در جلد بهار جلد 40 صفحه 84 پیغمبر فرمود لا یستر علیا عن الله ستر ولا یحجبه عنه حجاب. یه روایت هم آقا امام صادق این ولادت موسی بن جعفر این همین عبارت رو فرمود، خدا مولودی به من عطا کرده که بین او و خدا هیچ حجابی نیست. یعنی چی؟ اونقدر بعضی فرمایشات فضائل بلنده که واقعا انسان در بیان اینها باید از خود فرمایشات معصومین و با این توحیدی که عرض کردم، بینندگان عزیز، جهان اسلام عامه، اگر ما این روایاتو معنا میکنیم با اون توحیدی که معنا کردیم داریم معنا میکنیم. امیر المؤمنین اون حقیقت نور ولایته، کی علیه، کی پیغمبره، وقتی ماده گرفت، وقتی صورت گرفت، وقتی مخلوق شد، شد خلقکم الله انوارد، وقتی چنین حقیقتی شد، این حقیقت رو وقتی ما بگیم اصلش نور عظمت است، نور ولایت است، همون نور تمامه، بین امیر المؤمنین سلام الله علیه و اون حقیقت نور اول ابدا سطر نیست، خدا نیست، فعل خداست و اون حقیقت امیر المؤمنین از صفه او، از ضیاء نور او آفریده شده، لذا نور ما رو از او میگه گرفتن. ما در مرتبه تعین و تشخص بله هیچ سطری بین ما او نیست. یه معنا، معنای دیگه این که حسب قلب من امیر المؤمنین از یافتن پروردگار عالمیان هیچ برده ای نیست. خدایا من تو رو یافتم، به فطرتم، به وجدانم تو معرفی کردی، به نورت منم تو رو یافتم. در مقام اثباتم همه برای این اثباتی اثبات میکنه پروردگار رو همه میابن، ولی ما اون حقیقت رو نمیتونیم میابیم، بنابراین اونجا ایمان. مثل این حدیثی که پیغمبر فرمود، البته این حدیث رو بله من در خدمت هستم، اگر فرصت نیست در میان برنامه. نه فرصت هست، بفرمایید بعد بریم میان برنامه، چون نیاز به بیان رو عرض میکنم. روشنگری داره، روایت خیلی زیباست که خیلی ها میخونن ولی تا میخونه فوری نسبت نه این روایت درسته، معنا داره که پیغمبر خدا فرمودن یا علیون ممسوسون فی ذات الله، تا بشنوه میگه ای بابا این چه حرفیه. مرحوم مجلسی در بهارشون در معنای این حدیث، حدیث رو نقل کرده و میگوید این روایت منفرده به ذکر عامه است، یعنی عامه این روایت رو نقل کردن. ما میگیم همین روایتی رو که عامه نقل کردن، سند عامی، صحت سند شیعی نداره، ولی مثل این رو امام حسین علیه السلام روز عاشورا برای آقا علی اکبر فرموده.
فرمودن دعنهو، رها کنید، علیون ممسوسون فی ذات الله. خب ما اینجا باید با توحیدی که داریم اینا رو معنا کنیم. قطعا توحید یک فرد شیعه مؤمن به امیرالمؤمنین و امام حسین او توحید صحیح امام رضاییه، امیرالمؤمنینیه، باید با این اعتقاد معنا کنه. سند ضعف داره. اما دلالت چی؟ اگر من فهمیدم فرمود علیون یعنی در مرتبه ناظر، این امیرالمؤمنین آغشته به اون نور الهیه، خدا از اون نور، از اون مسئله اعلا، از اون نور تمامش آفریده. به زحمت هم نمیفتم، یفصل نور و نام نور ربنا، هیچ اشکالی هم نداره فرمایشم. مرحوم مدسی فهموده معناش اینه، یعنی علی گوشتش، خونش، وجودش، تمام هستیش آغشته به محبت پروردگار عالمیان. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. سبقت الله من احسن من الله سبقه. در میان برنامه آماده است، اگر اجازه فرمایید در بعد از میان برنامه خدمتتون باشیم. بینندگان عزیز، بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه در خدمت بیانات استاد خواهیم بود. علی 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 مرا بود ورد روز و شب، مرا بود ورد روز و شب، به وقت حزن و گاه طرب، بود واجب نمستحب، بود ذکرش هر دم بلب. علی 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 هزاران جان فدای تو، هزاران جان فدای تو، دار ندارم برای تو، نه از من آید سنای تو، خدا مدیح سرای تو، خدا مدیح سرای تو، بکونی خصم بی ادب. علی. بینندگان عزیز، با عرض تسلیت روز ضربت خوردن مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام صاحب ولایت کبرا در خدمتتون هستیم در ادامه بیانات استاد در باب فضائل و خود کلمه فضل. بله، عرض میکنم واقعا خدا میداند این فضائل رو به صراحت کلام پیغمبر خاتم که فرمود، قرآن هم فرمود که لم ينفد کلمات الله، فرمودن علی فضائل تو اونقدره که اگه از الان تا روز قیامت جن و انس جمع بشن، همه دریا مرکب بشه، همه درخت ها قلم بشن، همه کمک بکنن، پشت هم وایسن بخون فضائل تو رو احسا کنن، ما احسا و فضائل که یا علی نمیتونن فضائل تو رو احسا کنن، ولی ما به قدر توانمون دوست داریم از اون فضائل بلند امیرالمؤمنین بهش اشاره کنیم و اینا رو هضم کنیم. یه دی شاید بگن تا چی بشه نسبت تندی بدن و کندرو باشن، نه، حواسمون رو جمع کنیم، مرز توحید حفظ بشه. قولو فی فضل ناما شیعتون ولن تبلغو نزلون آن ربوبیه، ما رو خدا نخوانید. میز اینه،
روی این جهت بعضی از روایات خیلی بلنده. اخترعنا من نور ذاته، نمیگه از ذاتش ما رو اخترع کرد که، میگه ما رو از نور ذاتش آفرید. ذاته نسبت به خود میست که لله المثل الاعلا، از ذاتش نیافریده خدا. شعاع ذات نیستن، جلوه ذات نیستن، فروغ ابدیت نیستن، نه الفاظ غلطی است که به کار برده میشه. مظهر ذات نیستن، رضا سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها، ما میگیم غلطه. نه مظهر ذاتن، نه در مقام ظهور ظهور ذاتن، نه فعل خدان تجلی فعل پروردگاره. هیچش اخترعنا من نور ذاته، معنای صحیحه. به دست پام نمیافتیم، خیلی واضحه. یا خلطنا به نفسه، ما رو آغشته به خودش کرد. خودش یعنی فعلش، اول فعل خداست، نسبت به خودش میده. ازا میگیم بهش اون نفس الله. اون جایی که کلمه نفس داریم در زیارت خود امیرالمومنین سلام الله علیه، اون نور اقدمه، نور قدیمه. تو همون جا میفهمد السلام علی نفس الله القائمه فیه بالسنن. این عبارت رو بینندگان عزیز ببین پیگیری کنید، به این صورت تصریح داره. یعنی چی؟ سلام بر اون آقایی که تو اون نور عظمت و جلال پروردگاری. پس اگر پیغمبر خدا در فرمایشی فرمودند لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله، معنای بلندی است البته، لکن معنایی میشه که با مرز توحید هم بر نمیخوره. یه عبارتی در عرض میکنم، اذن دخول زیارت امیرالمومنین سلام الله در یکی از زیارات حضرت است. واقعا عبارت بلنده و نیاز به توضیح و تبیین داره. بیان اینه، در اذن دخول زیارت ششم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود الحمدلله الذی من علینا، خدا رو شکر خدا سر ما منت گذاشت. به کی؟ به حکامن، اینا حاکمانن، اینا فرمان روایانن، اینا آقایانن، اینا سلاطینن، حکامی که یقومون. اینجا جالبه، یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. اینا جای خدا نشستن. اگه خدا میخواست مکان بگیره، خدا که مکانی نیست، خدا زمانی نیست، مقداری نیست، اجزایی نیست، ابعاضی نیست، خدا مخلوق نیست. اگر خدا میخواست مکان بگیره بیاد مخلوق بشه، اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پیغمبر، ائمه معصومین اونجا نشستن. لو کان حاضرن فی المکان، لذا قدیم اقدم به معنای بدء آفرینشه و نه خلق. اول مخلوق قدیم که در اون خطبه توتنجیه امیرالمؤمنین یا تنتجیه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود کنا قبل کینونیت الخلق ازلیین، اما ازلی نیستن. ازلی نسبت به خلق بله هستن. کنا قبل کینونیت الخلق ازلیین، ابدیین، لا موجودین و لا معدومین. اون زمان مخلوقی نبود اصلا، ما بدء آفرینش شدیم، ابتدا آفرینش. به این مضامین در روایات فضائل اونقدر بلنده که میشه اسم اعظمی که النور التام الحی القیوم العظیم. اون حقیقت، حقیقت ولایت برتری اون وقت انقدر زیاده که توی فرمایشی امام صادق نسبت به پیغمبر و انبیاء سابق این جمله خیلی زیباست، فرمود و زاده الله تکرمتن به اخذ میثاقهی قبلا نبیین. خدا این تکرمه، کرامت رو به پیغمبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت اینجوری عطا کرد. این کرامت این بود که میثاق اینا رو قبل از همه پیامبران گرفت و اینا اول قالوا بلا بودن بر ولایت امیرالمؤمنین و بر عظمت خدا و بر اون فعل عظیم پروردگار. زاده الله تکرمتن به اخذ میثاقهی قبلا نبیین و اخذ میثاق نبیین به تسلیم و رضا.
انبیا همه در برابر این عظمت و این بزرگی امیر مؤمنان اهل بیت باید راضی باشن، باید تسلیم باشن در برابر حقیقت اون نور ولایت کامله الهیه که خودشون هم آزموده شدن تا خدا در میان همه خلق اظهار کنه. ببینید اینا بزرگان آفرینشن، اینا رو من امتحانشون کردم از جهت علم و کمال و فضائل، اینا چون جلو هم رضا همه فضائلم رو به اینها عطا کردم. اندازه نداره، این معیار کمال شده. و مود ما تکاملت نبوه لنبیین، هیچ پیامبری کمال پیدا نکرد. تکامل تفاعله، یعنی سبقت گرفتن بر همدیگه در کمال. تکامل پیدا نکردن هیچ پیغمبری، حتی عرضت علیه ولایتی و ولایت و اهل بیتی، ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت رو بهشون عرضه کردن. هر پیغمبری سبقت گرفت بر پذیرش، او شد از انبیاء اولوالعزم، وجهه کمال گرفت. ما تنبع نبیون، خیلی این فرمایشات اندازم نداره. اینایی که من عرض میکنم، من بخوام عربیه اینا رو تون تون بخونم و رد بشم، شاید مجال در این ذکر نباشه. ما مجبوریم اینا رو خیلی خلاصه و چکیده خدمت بینندگان عزیز عرض بکنیم تا مجال جمع‌بندی اون فرمایشات باشه. بنابراین کسی که فضائلش اینایی که گفته شده، محیر العقول کمل خلق از انبیاء و اولیاء و اوصیاست، پس ناگفته های خاتم انبیاء برای امیرالمؤمنین چیه؟ بینندگان عزیز، واقعا ما در فهم این مطالب، نه قرآن در وصفش وقتی این چنین و پیغمبر هم فرموده، تو قرآن هم هست، پیغمبر و امیرالمؤمنین فرمود علی جان ان الله اوها الی ان اقوم بفضلک، خدا به من گفت بلند شم فضل تو رو بگم. فرمود اما به نعمت ربک فحدث، بگو. پیغمبر فرمود لو ان القیاس اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما اصاب فضائل علی ابن ابی طالب، فرمود اگه همه جن و انس جمع بشن نمیتونن فضائل تو رو احصا کنن، شمارش کنن. یه صلوات و اون ملک بارون وقتی در شب معراج پیغمبر رسید اونجا، گفت چی کار میکنه جبرئیل؟ انگشتاش ای داره میشموره. گفت هیچ وقت سرشو بر نمیگردونه، سرشان بلند نکرد منو ببینه. جبرئیل گفت ازش بپرس، گفتم چی کار داری میکنی؟ گفت من ملک بارونم، قطرات بارونو تو عالم شمارش میکنم، تو کوه میفته، تو نرمی میفته، تو ریگ میفته، تو کجا میفته، همه اینا رو من شمارش میکنم، چند تا قطره میفته. اما یا رسول الله، یه چیزی رو نمیتونم شمارش کنم. وقتی شیعه شما صلوات بر شما میفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، من نمیتونم احصا کنم. بابا یه صلوات بر امیرالمؤمنین. خب اگه گفتی یه شیعه امیرالمؤمنین جلوه کرد تو کوه طور، موسی کلیم خر موسی سعقا ایمیتا، افتاد و مرد، و کی میتونه فضائل امیرالمؤمنین رو احصا کنه؟ اصلا لا یوهم لا یوسف فضائلک المثل الاعلی، حیران انسان. بینندگان عزیز، حالا من اینو میخوام بگم، شب چه شبیه، هر چقدر امیرالمؤمنین بزرگه، مصیبتش هم اینقدر بزرگه. وقت چقدر خباست، چقدر رزالت از یه عده وهابی هایی که در چنین موقعیت هایی معاویه گریه کرد. مدح ابن ملجم بگم، ببینید این نیست الا تمام خسران، این باید عذاب علیم ببینه، یعنی این حجت برش تمام می شود. مؤمنین خیال نکنه حالا ما میگیم این حجت برش تمام نمیشه، این حجت همین حالا هم برش تمام شده. امیرالمؤمنین معجزه پیغمبره. افا من کان علی بینت من ربی و یتلو شاهدمه، امیرالمؤمنین شاهده بر خود پیغمبر و معجزه پیغمبره، بر این حجت تمام شده. اما نسبت سحر میده، میگه این سحر ابی طالبه، سحر بنی هاشمه. خب این قابلیت تا اینجا داره، خودش نمیخواد، جبر نیست.
عذاب علیم میبینه، مستحقشه. پدرم باشه، برادرم باشه، نزدیکترین فردم باشه یا فرزندم باشه، فرق نمیکنه. در مقام این جایگاه که قرار گرفت، حق مطلب اینه. لذا وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میاره، اینا به واقع خودش رو نشان میده. وقتی به واقع خودش رو نشون داد، به ابی انتم یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. من در مقام بعضی از اینه که پیغمبر فرمود، میخوام خودم مایل نیستم فرمایشون رو قطع کنم، من تا این فرمایش رو فرمودید یک بارم قبلا فرمودید در باب تجلی شیعه امیرالمومنین بر کوه طور. خب در مورد امیرالمومنین فرمودید که ازلی هست، حالا نه به معنای ازلی، ازلی نسبت به مخلوقات، اما شیعیان که ازلی نیستن، شیعیان امیرالمومنین. حالا اگر ازلی نیستن، ابتدا و پایانی دارن، در اون موقع شیعه علی چجوری تجلی کرده؟ سلام الله علیه. این بینندگان از یک بحث مفصل داره. وقتی ما میگیم شیعه امیرالمومنین بالای عرش، نه اینجا، مخلوق خدای عزوجل خیلی داره. شیعه های کنار عرش کنار عرش خدا اونقدر عظمت دارن اینها، اینا کارشون فقط اظهار ولایت و نسبت به دشمنان امیرالمومنین اظهار بیزاری است نسبت به اونها. اینا اصلا سنخ آفرینشون اینا مخلوقن، نه که ازلی هن، مخلوقن. ما عرض کردیم اینا اون تجلی که خدا تو قرآن برای موسی کلیم میگه فلما تجلار لبهو للجبل، رب ذات نیست، مثل اون ربی که یفصل نور و نام نور ربنا، این رب ذات نیست، چون ذات پروردگار که برای موسی در کوه طور تجلی نکرده که. مراد در توحید صدوق هست، در فرمایشات معصومین هست، دوتا بیان داریم. در توحید صدوق داره یک جز از 80 جز نور پیغمبر رو به کوه طور دادن و موسی افتاد قش کرد، یعنی آیه خدا. چطور راجع به پیغمبر میگیم به معراج که رفت، رفت چی ببینه؟ از سوره نجم فرمود و نجم اذا هوا ما ولا صاحبكم و ما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قد رأى من آيات ربه الكبرى. آیه عظمای الهی وجود نازنین امیرالمؤمنین بود. پیغمبر اونجا، حالا روایتش میخونیم، اونجا ببینه. اینجا هم یه آیه از اون آیات که شیعه امیرالمومنین تجلی کنه به کوه طور، موسی بیفته و قش کنه، نه بمیره. امام صادق فرمود ای میتن، به هوش زندهش کرد خدای عزوجل اونجا. حالا رابطش با ظاهر چیه، رابطش با واقع چیه، اینا مطالبی است که بینندگان عزیز نانیاز داره به هر بحث انسان دنبال این مطالب بگرده و این معارف رو هضم کنه. پیغمبر فرمود، ظاهرا شبهه برطرف شد، ازلی نیستن، مخلوق خدا هستن. پس منظور شیعیانی که ما باشیم نه، شیعه انس نه، شیعیان کروبین داره. کروب. تجلی شیعیان کروبین که اینها در فوق عرش هستن، کنار عرش هستن، بر کوه طور. عرض میکنم حدثنی جبرئیل عن الله، جبرئیل از جانب خدا به من پیغمبر یه چنین حدیثی رو فرمود. فرمود ان الله يحب علیا ما لا يحب الملائكه ولا النبيين ولا المرسلين. چه فضیلتیه، خدا علی رو دوست داره به طوری که نه ملائکه رو دوست داره، نه انبیان، نه مرسلین رو اینجور دوست نداره. اینه که امام موسی بن جعفر سر به سجده بذاره، الحمدلله به من عطا کردی ولایت جدم امیرالمؤمنین رو. اینه که امام صادق بفرماد که ولایت امیرالمؤمنین بر برای من برتر از ولادت من از امیرالمؤمنین. اینه که پیغمبر تا اون لحظه شهادتشون این شکر و گذار این ولایت باشن و من اللهم انی اتقرب الیک به ولایت امیرالمؤمنین. اینه که تو پس تو خونه پیغمبر دعا کنه که خدایا اغفر شیعت امیرالمؤمنین به ولایت امیرالمؤمنین. اینا مطالب عالیه بلندی است که واقعا وقت میگیم اگر امیرالمؤمنین ولی خداست، به ولایتی که خدای عزوجل بالای عرشش این ولایت و پیمانش رو گرفته و اشهد علی ذلک ملائکته، ملائکه هم شاهد و گواه بر این ولایت
ولایت گرفته. این مراتب مراتبی است که خدا میدونه دونه دونه اینا رو بخوای بکنی، معنا کنی و بیان بکنی، خیلی گسترده و فراوانه. نمونه هاشو من عرض میکنم. میفرماید وقتی من به معراج رفتم، خدای عزوجل به من خطاب کرد، خاطبنی ربی به لغت علی، با زبان علی به من سخن گفت. و الهمنی، من الهام کرد من سوال کنم خدا تو داری با من خطاب میکنی یا علی با من سخن میگوید؟ میگوید اونجا خدای عزوجل اینگونه به من فرمودن، فرمودن اطلعت و ما آگاهی یافتیم بر سرائر قلب تو، سریره و نهان قلب تو، فلم اجد الى قلبی که احب و الیه من علی ابن ابی طالب. اینا پیغمبر برای چی میفرماد؟ میخواد بفهمه تا قیام قیامت جایگاه امیرالمومنین روشن کنه. بعد وقت بیانات فضل رو عرض میکنم، یه 10 دقیقه آخر عرض میکنم. بله، که 7-8 دقیقه بیشتر نمونه. بله، اجازه بفرمایید که من اونا رو باز من خیلی روایات عجیبه که من با زبان علی با تو سخن گرفت، گفتم تا دلت آرام بگیره. اینجام که آمد گفت انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. لحاظا در فرمایش امام عسکری فرمود لا یعلم احد کنه جلال من اتانی فیه، هیچ کی هم نمیدونه، هر کی این ولایت این آقا رو قبول کرد و خدا عظمتش رو میداند، خدا جایگاه این شیعه ای که این ولایت رو اینجوری پذیرفته بیان میفرماد. لذا خود خدا تو عالم بالا مباهات میکنه میون ملائکه مقرب خودش و به تو اینجوری بیان فرمود برای پیغمبر جبرئیل، فرمود خدا و به تو حجب فعل که رب العالمین، خدا مسرور شد و فرمود روزی من به تو این پاداش رو عوضش رو خواهم داد که هر پیغمبر و رسول و صدیق و شهیدی در اونجا جمع بشن و ببینن تو چه جایگاهی پیش من خدا داری. اینجاست که اگه گفتیم از پیغمبرم سوال از این ولایت میشاره و محمدون یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب. فضائل در این زمینه در مقام بیان اونقدر زیاده که حقیر عرض میکنم باید از اینها بگذرم و بپردازم به اصل مطلب، نکته مطلب، که خدای نکرده اون نکته مطلب رو اینجا اگه عرض نکنیم بمانه که مورد توجه هست. و اون اینه، خب 240 و شاید 7-8 فقره بیان از پیغمبر خاتم آمده که در این فقرات میفهمد علیون افضل الناس، علیون اول الناس، علیون اسخن ناس، علیون اشجعون ناس، علیون همش علیون. 250 تقریبا واژه. آقا اینا یعنی چی؟ پیامبر خدا امیرالمومنین رو مقایسه با مردم میکنه و در مقام مقایسه بیاد اینا رو بیان. اینو که دشمن امیرالمومنین هم داره اقرار میکنه، اینجور بیاناته که دشمن امیرالمومنین. ببینید شما ابن ابوالحدید، اما اینا دسیسه است، ما میگیم بیانات دشمنان امیرالمومنین. میگوید در شرح نهج جلد 3 264 انا لا ننکر فضل الصحابه، ما انکار نمی کنیم فضل صحابه رو. صحابه کیان؟ اون که منظورشه. بعدا میگه ما سوابقش و لکننا ننکر تفضیل احد من الصحابه علی علی، ما قبول نداریم که اصحاب بر امیرالمومنین برتری داشته باشن. این تصریح اینا، هارون میگه، مأمون میگه، معاویه میگه، گریه میکنن، متوکل میگه، عرض میکنم دونه دونه اینا از خود ابوبکر. مگه همون موقع که نشست نگفت عقیلونی عقیلونی ولستو بخیرکم ولیم فیکم؟ بلم کنید، علی هست، علی بهتر از منه. خودش گفت ان علی احق منی به هذا الامر. مگر نگفت اون خود عایشه گفت علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر؟ اینجور بیانات رو در کلمات همه خود اونایی که اینها همه دسیسه بود و الا امیرالمومنین قابل مقایسه با اونانی، اونی که اصل جهله، اونی که اصل کفر بوده، اونی که بت پرست بوده، اونی که شرابخور بوده، اونی که در منتهای پستی مطرح شده، آخه اینو میشه مقایسه کنی با اون حقیقتی که در منتهای کماله؟
اونی که پیغمبر داره براش معرفی میفرماد یه اصلا قابل مقایسه هست که پیغمبر این واژه ها رو به کار ببره. این واژه ها معناهای فراوانی داره. ببینید خود دومی گفت ام والله یا بنی عبدالمطلب لقد کان صاحبکم اولا به هازل امنی و من ابی بک. این تصریح خود این هاست. پیامبر فرمود سر جا خودش اگر اینه پس چرا گفتی الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل؟ تو داری میگی این نیست جز اون عرض میکنم باید اینا رو اینطوری عتاب و خطاب کرد. اون ناپاکی که در وجود این و بغضی که نسبت به امیرالمومنین داره اینجوری اظهار میکنه، تو داری میگی این برتری اینجوری علی مثل خورشیده، هیچ که باش مقایسه نمیشه. بعد میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل. بابا شیطون یه قاعده کلی رو فهمید. شیطونی که رجیم لعینه دیگه یک مولا درزش نمیره، همه جهان اسلام اینو قبول دارن، این قاعده عقلی رو فهمید که افضلیت دلیل اولویت است. گفت خلقتنی من نار خلقتو منتی، من بر اون برترم، من بر آدم برترم، من از آتیش آفریدی. یعنی فهمید اگه یه جا برتری باشه این برتری دلیل تقدمه. چطور این دلیل تقدم اون فهمید و خودت اقرار میکنی؟ بازم میگی خدا رو شکر که ابوبکر بر علی برتر شد، افضله، مقدم افتاد، افضل نیست مقدم شد. چی رو میخوای برسونی؟ این گونه دسیسه در کلمات اینها اونقدر زیاده من بخوام به اینا اشاره بکنم فراوانه که از کلمات خود این آقایون هست و من نمیخوام. دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، فرصت نشد. این رو باید در مجلس بعد انشالله مورد کلام قرار بگیره، چون این من به ضرب العجل خواستم به نکته کلام برسم، متاسفانه نرسیدم. امیرالمومنین ابدا قابل مقایسه با هیچ خلق نیست. ببینید معیارا اینه، در مقام سنجش امیرالمومنین یکیه تو عالم امکان، هیچ کی دیگه علی نمیشه. در سیاستش، در قضاوتش، در حکومتش، عرض میکنم در اخلاق، در اجتماع، در تمام جهات امیرالمؤمنین گل سرسبد عالم خلقته. هیچ کی با امیرالمؤمنین قیاس نخواهد شد. قیاس کردن عین قیاس کردن شیطان است و این کفر است. بنابراین پرهیز کنیم. وقتی معیارا اینه در مصداق خطا نکنیم، تا در سنجش هامون خدایی نکرده لغزش پیدا نکنیم و به جای منحرف منتهی نشی که عاقبتش جهنمه. دو دقیقه وقت داریم. وقت داریم دو دقیقه. بله، در این بیانش خیلی زیبا شد، پس من ادامه این بیان رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. عبارات اینه: اعدل الناس، اعظم الناس، اشجع الناس، احکم الناس، احسن الناس. به این عبارات اغزانا علی ابن ابی طالب. ببینید اولا اولی و دومی در مقابل سنجش هیچ. چرا هیچ؟ چون اونا خودشون اقرار میکردن که زنای پشت پرده هم از ما داناترن. خودشون این معنا رو بهش اقرار کردن. بنابراین قیاس کردن ما قیاس و الفارقه، هیچ اصلا کاری ما این نداریم. اونا فضلی نداشتن که بخواد پیامبر بفهمد. بنابراین کسی در مقام مقایسه است که مثل امیرالمومنین باشه، اون کیه؟ اون 12 امام 14 معصوم، جای تردیدی نیست. پس اگر گفتن به خودشون فاروق اسم صدیق و امثال اینا و آمدن بعضیا باد دادن بهش، بدونن که اینا در کفر محض این حرفای غلطه. بعدم اونایی که راضی شدن به این مبانی باید بدونن. بله، وقت رو 30 ثانیه مونده عرض میکنم. اینا سنخیته، نه در علم نه در کمالات ابدا در اینها نیست. اگرم سنجیده بشن با انبیا، در مقام سنجش هم با انبیا هم امیرالمومنین برتر از همه انبیاست. لذا خضر و موسی وقتی لب دریا رسیدن، حیوان اومد، پرنده رفت بالا، اومد یه قطره انداخت، گفت داره این پرنده میگه. خضر و موسی علوم شما، علوم انبیا در برابر علم امیرالمؤمنین مثل قطره است در مقابل دریای بیکران. بینندگان عزیز ازتون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. مرغ دلم به سویت
سحر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.